میلیون ها هوادار رجب طیب اردوغان بار دیگر به خیابان ها ریختند و جشن گرفتند. 16 سال است این مرد و حزبش پیروز همیشگی انتخابات بودند و بر همه تحلیل ها و نظریه های حاکی از اینکه او دیگر پایگاه مردمیش را از دست داده خط بطلان کشیده. نطق ظفر اردوغان اعلامیه‌ای به مخالفانش بود در داخل و خارج که در همچنان بر پاشنه قبل خواهد چرخید. ترکیه با این رأی به ثبات انتخاب کرد که با فتح الله گلن و تروریست و همه گروه های تروریستی به مبارزه ادامه میده. این نتیجه همینطور نشون میده که تلاش برای آزادی سوریه ادامه خواهد داشت و درهای خانه های امن ما به روی مهمانانمون باز خواهد موند. Misafir kardeşlerimizin güvenli evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Sayın Başkan, مشارکت 87 درصدی مردم در انتخابات هم کم سابقه بود. مشارکتی که به باور نادران دو قطبی بود و همچون همه پرسی یا نه به اردوغان یا آری به او. نتیجه هم تایید اردوغان شد. هیچ انتخاباتی از این دست ما نداشتیم در ترکیه که نه بر محور حضور یا عدم حضور یک شخصیت کاریزماتیک فرهمند بخواد بنشینه، بلکه بیشتر بر اساس، یا شاید به داوری من، بیشتر بر اساس نوع رفتار سیاسی یک حکومت در سالهای آینده باید چشم دوخت. جامعه ترکیه به یه حدی رسیده از این در حقیقت سنویتی که وجود داره باید رها بشی، یا باید در این کمپ قرار بگیریم یا باید در این کمپ قرار بگیریم. اردوغان انتخاباتی رو برد که بیشتر پیشبینی ها حاکی از آن بود که به دور دوم کشیده خواهد شد و چه بسا در دور دوم او با چالش جدی روبرو شود. خیلی خیلی ناراحتم. به عنوان یه دختر همه ی حقوق ما به خطر افتاده. دیگه موندن تو این کشوری که نظام آموزشیش از سر تا پا به زنان بهانه میده خیلی سخته. اردوغان پیروز شد، اما قرار است این دیگر آخرین پیروزی انتخاباتی او باشد. او در 5 سال آینده یا باید جانشینی برای خود بپرورد یا برای ماندن همیشگی در قدرت طرحی نو دراندازد. مهرداد فرهمند، BBC، استانبول.